با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان و عزیزان برنامه نگاه روز. طبق روال برنامه میپردازیم به رویدادهای اخیر ایران. موضوع برنامه امروز بصیرت افزایی شهرداری تهران از جیب خالی مردم. به جز هزینه هایی چون ساخت و تجهیز مساجد و حسینیه ها و کمک به هیئت های مذهبی و غیره، شهرداری ردیف بودجه دارد به عنوان فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی. پشت این کلمه بصیرت چه خواب جدیدی برای مردم دیده شده است؟ با میهمان برنامه سیروان قادری در این رابطه گفتگویی خواهیم داشت. سیروان قادری، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. خیلی متشکرم. سلام به شما و بینندگان کانال جدید و برنامه نگاه. ممنون از شما. این بودجه که شهرداری باید خرج به اصطلاح بصیرت مردم بکنه چه مقدار تعیین شده و دست چه نهادیه؟ اونطوری که اعلام شده تو لایحه بودجه شهرداری تهران حدود 24 میلیارد تومان به سازمان بسیج شهرداری تهران اختصاص داده شده بودجه و از این مقدار 13 میلیارد و نیمش قرار هست صرف هزینه طرحی تحت عنوان که خودتون هم اشاره کردین بصیرت افزایی مردم بشه. جزئیاتش هنوز معلوم نیست که از طریق چه ارگان‌های وابسته به شهرداری تهران میخوان بصیرت مردم رو با این بودجه کلان بالا ببرن. منتها خب بحث یه مقدار شاید یه دیرینه‌ای داره. اگه خیلی عقب نریم، خامنه‌ای سال 88 تو خیزش توده مردم خرداد 88 همونجا هم اعلام کرد که باید از طریق بسیج و ارگان‌ها نهادهای مذهبی بصیرت مردم رو افزایش داد و اقدامات عاجل رو تو دستور کار این سازمان ها و نهادها قرار داد که فکر میکنم این به هر حال در همون راستا باشه. منتها به یه سری نکات به نظرم باید اشاره کرد خیلی کوتاه تو همین مبحث. اونم اینه که شهرداری دائما از کسر بودجه، نبود پول و غیره و اینا صحبت میکنه، در حالی که تنها امسال بودجه امسالش 50 میلیارد تومان اختصاص داده به برنامه‌های مذهبی، مساجد و غیره و در این حال مدام داره تعرفه خدمات شهری مردم رو بالا میبره تو شهر، تاکسی، اتوبوس رانی، قطار و غیره، و اینا همش نشون میده که واقعا تمام ماجرای جوک بصیرت افزایی مردم رو نمیدونم بحثایی که خودشون مطرح میکنن. خیلی کوتاه اینم بگم که بجز این بودجه‌ای که به بصیرت افزایی دادن تو لایحه شهرداری امسال 25 میلیارد تومان اختصاص داده شده به هزینه مداحان و مراسم های مذهبی تو ماهای محرم و رمضان، ترویج امور دینی، چیزایی که خودشون اشاره کردن و فرهنگ قرآنی و اسلامی، اردوی راهیان نور و غیره، و همه این هزینه ها بودجه هایی که اختصاص دادن بهش خارج از اون بودجه کلان میلیاردی است که به اصطلاح بصیرت افزایی مردم اختصاص دادن. بصیرت مردم چه اشکالی داره که قراره با یه قلم هزینه جدید 24 میلیارد تومانی این بصیرت رو بخوام بالا ببرن؟ ببین، به نظر من تمام ماجرا بر سر اینه که یه مردمی هستن که حاکمیت رو نمیخوان و در این حال از طرف مقابل یه حاکمیتی هست که 40 ساله 14 هست داره تلاش میکنه که خودش رو نگه داره با زور برحال تبلیغات، هزینه های کلان تبلیغی، عوض کردن فرهنگ مردم، اون چیزی که خودشون بهش میگن فرهنگ اسلامی، آینی، دینی و قرآنی رو یارن به جای فرهنگ انسانی مردمی که 14 هست، وصله برها حاکمیت اسلامی وصله ناجوریه بر بدنه مردم و فرهنگشون. اساساً دعوا بر سر اینه، دعوا خیلی پایه‌ای تر از این بحثه. میلیاردها دارن هزینه میکنن از طریق نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، تبلیغی و این شهرداری ها هم به هر حال بخش مهمی از این ارگان تبلیغیشون هستن برای حقنه کردن فرهنگ ارتجایی اسلامی به مردم و به هر حال در اساس به نظر مسئله اینه، این تناقض پایه‌ای مردم با فرهنگ جامعه، وگرنه اینکه حاکمیت اسلامی بخواد فضیلتی به مردم بده یا بصیرتشون رو بالا ببره محلی از اعراب نداره و واقعی نیست اصلا. همه جناح‌های رژیم از اصلاح طلب تا اصولگرا میگن که نونی نیست که بر سر سفره‌های خالی مردم، بودجه ای نیست که نونی بر سر سفره‌های خالی مردم اضافه بشه. چرا این بودجه عظیم صرف زندگی مردم نمیشه؟ ببین، خب اولا خیلی دروغ میگن، سالهای سال دارن دروغ میگن.
آمار هست، ارقام هست، به حال میلیاردها میلیارد پول داره جابجا میشه، این بر اون ور میره. منتها در رابطه با خود همین مبحث شهرداری، من یه نکته، فقط یه آماری که من یادداشت کرده بودم به شخصی به اسم مجید فراهانی که خودش عضو شورای شهر هست، میگه از سال 84 تا سال 96 فاصله بین درآمدهای شهرداری و هزینه هایی که ثبت شده، یعنی اون چیزی که کسب کرده از مردم و درآمدهایی که داشته و نهایتاً هزینه هایی که کرده، چیزهایی که ثبت شده، تفاوت اینا میگه حدود 20 هزار میلیارد تومنه که هیچ جایی ثبت نشده و معلوم نیست که کجاست این 20 هزار میلیارد تومن. یعنی ماجرا خیلی فراتر از بحث 1 میلیارد و 100 میلیارد و حتی 1000 میلیارد تومن هم هست. برای همین بودجه هست، به اندازه کافی هست، منتها حاکمیت اسلامی داره صرف هزینه های دیگه ای میکنه، به جای اینکه مردمی که به صورت واقعی زیر بارها چندین مرتبه زیر خط فقر هستن، این پول به اونها برگردونده بشه، به جای اینکه صرف حتی هزینه وضعیت آب و هوای تهران بشه به صورت مشخص، کودکستان ها، مدارس و غیره، خب این پول ها معلومه جای دیگه صرف میشه، هزینه میشه، دزدی میشه و عملا دست مردم هم به این پول ها نمیرسه و براشون خرج نمیشه. هیچ ارگان نظارتی هم اینجا نیست که بتونه بر اینها نظارت بکنه. از طرف جمهوری اسلامی میگم خرج میلیاردها به دلار شاید گفت، خرج ارگانهای سرکوبش داره میکنه که آزادی بیان رو بگیره، مطبوعات رو از مردم بگیره و امکان نظارت رو ازشون بگیره و خب از طرفی هم ادعا میکنه که میخواد بصیرت مردم رو بالا ببره و شفاف سازی میخوان بکنن. ظاهرن به نظر من پوچ هست، اینکه بودجه‌ای وجود نداره و یه پولی وجود نداره، میلیاردها میلیارد نقدینگی در اون جامعه داره جابجا میشه به وسیله ارگانهای حکومتی از جمله شهرداری که یکی از فاسدترین نهادهای دولتی هست، بدون اینکه حسابرسی بشه و کوچکترین ثمری برای مردم داشته باشه. یک جامعه زیر خط فقر و تاراج زندگی مردمه. کارگران، معلمان و بازنشستگان و جوانان بیکار با این غارت اموال عمومی چگونه مقابله کنند؟ خیلی روشنه، همونطوری که اشاره کردم 14 هست مردم دارن با این حاکمیت مبارزه میکنن و بالاخره باید به سرانجامی برسه. از اخیرترینش و به نظرم معتبر و مهمترینش اعتراضات دی ماه 96 هست. خیزش میلیونی مردم در 100 شهر ایران با خواست به صورت مشخص علیه فقر، علیه نابرابری، علیه کلیت تمامیت جمهوری اسلامی به میدون اومدن. این راه نشون میده و خیلی روشن داره میگه که ما به تنگ اومدیم از حاکمیت اسلامی و دیگه نمیخوان قبول بکنن جامعه فقر رو، زیر خط فقر زندگی کردن رو. به آمار خودشون میگه که 25 هزار کارتون خواب در شهر تهران هست، کارتون خواب و بیخانمانه بود. این فاجعه است و این رو بذارین در کنار میلیاردها پولی که الان فقط یه رقمش رو اشاره کردیم از زبان خودشون که جا به جا میشه بی حساب و معلوم نیست تو جیب کی رفته، کدوم کارخونه رو توی شمال ظاهرا خریدن، یا یه جای شهردار قبلی گفته که ما بدهی داشتیم، بدهی رو دادیم، بعد چرا ثبتش نکردی برادر من، دردیش تو جیب خودت و رفیقات. به هر حال میخوام بگم که این جامعه اینو قبول نمیکنه و نخواهد کرد، نمیتونی. بالاخره تو جامعه ای که ثروت هست، پول هست، صنایع هست، معادن هست، نیروی کار هست، نیروی کاری که داره کار میکنه و ثروت تولید میکنه، نمیتونی بهشون هم از طرفی فقرم بدی، بی خانمان هم باشن، گرسنه هم باشن، اعدامشون هم بکنی، سنگسارشون هم بکنی، شکنجهشون هم بکنی. معلومه این جامعه حالا تو دیماه 96 یه شاید یه میگم بالاخره یه مؤلفه مهمی از این اعتراضات هست، ولی اتفاقات مثل 96 دیماه 96 در راهه و شخمی که حیات سیاسی و زمین سیاسی ایران رو دیماه 96 زد، بذر یا نوید اتفاقات خیلی مهمی هست که به نظرم در آینده شاهدش خواهیم بود با سرنگونی جمهوری اسلامی. سیروان قادری، ممنون از پاسخگویی و حضورتون در برنامه امروز ما. متشکرم شما. عزیزان، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند روز روزگاری خوش را برایتان آرزومندیم.